بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه چون موج مرا شوق ز خود رستن بود، موج موج دل من تشنه پیوستن بود. یک دم آرام ندیدم دل خود را همه عمر، بس که هر لحظه به صد حادثه آبستن بود. خواستم از تو به غیر از تو نخواهم، اما خواستنها همه موقوف توانستن بود. کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم، کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم که حبوط ابدم از پی دانستن بود. چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت، چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت، همه طول سفر یک چمدان بستن بود، همه طول سفر یک چمدان بستن بود. سلام میگم به همتون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. افتخار دارم که در این لحظات و دقایق با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشین. انشالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. جناب آقای عالی هم در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید آقای عالی. سلام علیکم. علیکم السلام. خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هست. سلامت باشید. خب میدونم خیلی ها منتظرند که امروز هم بحثمون رو شروع بکنیم در مورد یاد مرگ. به مباحث بسیار جالب و ارزنده و راهگشایی رسیدیم، بسیار سازنده بود توضیحات شما و مباحث هفته گذشته و هفته قبل. خیلی خیلی سلام بهتون رسوندن دوستان عزیزی که بیرون من رو میبینن و گفتن که خیلی ما استفاده میکنیم از مباحث آقای علی. الحمدلله. من فقط یک یادآوری بکنم از بحث هفته گذشته. ما در ذیل بحث ارتباط اموات با زنده ها رسیدیم به اونجایی که اموات چقدر میتونن بهرمند بشن از هدایا، خیرات و مبرات ما. از مجموع احادیث آقای عالی اینجوری برمی اومد، همونطور که اشاره کردید، اهم موارد رو شما به 5 مورد دستبندی کردید و تقسیم کردید. یکی این که کارهایی که هنگام دفن ما میتونیم انجام بدیم خیلی به دردشون میخوره، مثل تلقین پس از دفنشون، یا اینکه بعد از دفنشون چند لحظه سر قبرشون و ساعاتی اونجا بشینیم و قرآن بخونیم، که خیلی این به درد اموات میخوره. پرداخت دیون رو شما بهش اشاره کردید و انجام واجباتی که در واقع از اونها فوت شده. در دسته سوم و مرحله سوم اهدای مستحبات مثل نماز و روزه و صدقه و اینها، که در مورد صدقه واقعا توجه ویژه‌ای در روایات ما شده. مورد چهارم کارهایی بود که خدای نکرده وقتی نفرین برای پدر و مادر بیاره، کارهای بدی که ممکنه انجام بشه که اون وقت باعث بشه که دیگران بد و بیرا بگن به پدر و مادر و امواتمون و باعث نفرین بشه. و پنجمین مورد زیارت قبور بود و سر زدن به اونها، که فکر میکنم نکات بسیار ارزنده مطرح شد. اگر میخواید از جزئیات مباحث مطلع بشید به سایت ما میتونید سر بزنید، سمت خدا سد.ir، که چکیده مطالب به صورت دستبندی در سایت ما موجوده به صورت مکتوب و حتی فایل های صوتی. چند تا سوال مونده بود از هفته گذشته. من تا قبل از اینکه به این سوالات بپردازیم، من میخوام خواهش بکنم از حاجای عالی عزیزمون که اگر نکته باقی مونده و مباحثی هست که واقعا لازمه که بحث هفته گذشته ما رو تکمیل بکنه، شما بفهمید، بعد ان شاء الله به بحثمون برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجوری که استالی هم یه چکیده ای از بحث رو فرمودید، بحث ما در با اون سومین قسم ارتباط اموات با عالم دنیا بود که عرض شد استفاده از اعمال صالح و خیراتی است که زندگان انجام میدن که اینها به گونه‌ای در پرونده اونها درج بشه. و عرض کردیم که اعمال صالحی که زنده ها انجام میدن در واقع دو چیز هست به طور کلی که میتونه به اموات برسه. یکی اون باقیات صالحات و آثاری که خود اون اموات در زندگیشون به جای گذاشتن،
و پس از مرگشون ادامه داره. این آقا آثار اعمال خودشون خودشون بوده. بله. فرزند صالحی، کتابی، بناهای خیریه و امثال اینها که واقعا این خیلی ارزنده است هر کسی نگاه بکنه ببینی یکی از اون حداقل یکی از اون آثار و باقیات صالحات و صدقه های جاریه رو برای خودش بگذاره. حالا قدیم رسم وقف زیاد بوده، به هر حال الان شاید کمتر شده، ولی هر کسی به هر حال باید این رو در نظر بگیره که یه چیزی برای اینکه دنباله اعمال خودش پس از مرگش باشه و پروندهش رو پر بکنه او رو برای خودش بگذاره. این یکی از اعمال صالحی بود که از دنیا به پرونده شخص متوفا باز میرسه و اضافه میشه، و دوم هدایا و خیرات و مبراتی بود که زنده ها انجام میدن و هدیه میکنن. در مورد باقیات صالحات و اعمال صالحی که شخص انجام میده، مثلا وقفی انجام میده یا کاری انجام میده، بیمارستان میسازه، مدرسه میسازه یا دستگیری میکنه، چیزی که موندگاره تا دنیا، دنیاست این اثرات مثبتش بهش میرسه دیگه، نه تا وقتی که اون اثر شخص تو دنیا باقی هست ولو ده ها و صد ها سال هم باشه، تماما برای اون فرد نوشته میشه و اون شخص متوفا میرسه. خیلی خوب. اینجا فقط من یه چیزی رو میخوام جناب شریعتی به عنوان یک اشکال، به عنوان یک شبهه بسیار جدی مطرح بکنم، با اون اینکه ممکنه کسی به ذهنش برسه باقیات صالحات و آثار اعمال خود میت وقتی بهش برسه، خب این درست، چون بالاخره دنباله عمل خود شخص. بله. هم از جهت قرآن ما دلیل داریم که چند آیه قرآن، از جمله همون آیه که در سوره یاسین خوندیم، خدا تعالی میفرماید و نکتب ما قدمو و آثارهم، هم اعمالی که تو دنیا خودشون تا وقتی زنده بودن پیش فرست کردن و هم آثار اعمالشون رو ما ثبت و ضبط میکنیم تو پروندهشون. هم آیه داریم، هم از جهت عقلی یه چیز منطقی و معقولی است، چون آثار و باقیات اعمال خود شخص دنباله‌های عمل خود اوست، خود او باعث و بانی بوده و علت این اعمال بوده. اما اینکه قسم دوم هدایای زنده ها، این برای میت نوشته بشه، اعمال صالحی که زنده ها انجام میدن این به پای اون نوشته بشه، این به نظر میرسه هم خلاف قرآنه هم خلاف عقله. درست. خلاف قرآن از این جهت که قرآن میفرماید هر کسی نتیجه عمل خودش به خودش میرسه. بله. تعبیر قرآن هست لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر کسی هر کار خیری کرد به نفع خودشه، هر کار شری کرد به ضرر خودشه. خوب و بد اعمال به خود شخص میرسه، این از جهت قرآنی. پس اگر دیگران بازماندگان میت یه کار خوبی انجام بدن، به پای خودشون نوشته میشه، چرا به پای میت نوشته بشه؟ این خلاف قرآن. این اولا. و ثانیا عرض کردیم خلاف عقله، به این خاطر که خب عقل میگه هر کسی عملی انجام داد، محصول و نتیجه عملش و فایده عملش باز به خود اون میرسه. بله. شما فرض کنید اگر یه ورزشکاری ورزش میکنه، نرمش میکنه، کی قوی میشه؟ خودش میشه. بله. شما اگه تمرین خط بکنی، خط خودت زیبا میشه، معنا نداره شما تمرین خط بکنی خط من خطم. بله. زیبا بشه. بله. شما غذا بخوری من سیر بشم. نتیجه و محصول عمل هر کسی به خودش میرسه. خب پس چطور شما میگید که بازماندگان میت کارهای خیری انجام میدن، صدقه، نمازی، روزه، حجی، هدیه میکنن به او، خب وقت به او میرسه، حالی که خود میت اصلا روحش هم خبر نداشته؟ آره، اشکال جدیه. جواب مسئله این استش که واقع مطلب همینه، فایده اصلی اعمال بازماندگان، این هدایایی که میفرستن، خیرات و مبرات، فایده اصلی برای خودشون خواهد بود. خود اون شخصی که صدقه بده روح سخاوت درش درست میشه، نماز و روزه اگر در اینجا انجام بده روح عبودیت و بندگی درش تقویت میشه، فایده اصلی اعمال زندگان به خودشون برمیگرد. اما با این وجود اون میت هم نفعی بهش میرسه، یه نفعی، ولو حالا عمده نفع به خود بازماندگان و اونایی که عمل انجام دادن، یعنی موجبات رشد و ترقی اونها میشه، ولی نفعش، یه نفعی هم به اون میرسه. ببینید دلیل مسئله اینه، به این خاطر که به هر حال شمایی که الان دارید هدیه میدی برای متوفا، یه چیز خیری تو او دیدی، یه نقطه مثبتی، یه صفت برجسته‌ای، یه خصلت ارزنده‌ای دیدی که باعث شده بلند شی یه کار خیری انجام بدی و هدیه بکنی به او. در واقع اون نقطه مثبتی که تو اون شخص متوفا بوده شما رو بلند کرده که این عمل صالح رو انجام بدی.
یعنی به گونه او سبب شده، انگیزه شده که شما پاشی این کار صالح رو انجام بدی، هدیه بدی به او. طبعا. چرا هدیه به دیگری ندادی؟ خب چه چیزهای دیگه هم بودن، یه ویژگی بود، یه ویژگی داشت. بله. بله. پس به گونه او سبب شده برای این کار خیر و خداوند متعال از سر لطف همین مقدار سببیت رو هم قبول میکنه که اون میت یه نقطه مثبتی داشته که باعث شده و سبب شده شما عمل خیلی انجام بدی و تکونی بخوری. از این جهت به پای او هم به گونه می نویسن. هرچند که بازم من تکرار میکنم این نفع غالبش به خود اون شخصی که عمل رو انجام داده برمیگرده. من تو جلسات قبل یادم اینو عرض کردیم که در زمان پیغمبر اکرم شخصی از دنیا رفته بود، انبار خرمایی از او باقی مونده بود، بازماندگانش اون انبار خرما رو از طرف او صدقه دادن، به نیابت از او صدقه دادن که خیرش برسه به اون شخص میت. یه دونه خرما ته اون انبار مونده بود. پیغمبر اکرم رسید، یه دونه خرما رو برداشت، فرمود اگر این یه دونه خرما رو خود اون شخص در زمان حیاتش صدقه میداد بهتر از این انباری بود که دیگران براش دادن. چون روح سخاوت مهم این بود که در او به وجود بیاد وقتی که زنده است، اون ملکه سخاوت درش به وجود بیاد. اون این کار رو نکرد. بنابراین اگه این یه دونه خرما رو خودش میداد باز بهتر بود براش. واقعش هم همینه، هدایایی که دیگران برای اموادشون میفرستن فایده داره، اما سرنوشت ساز نیست که سرنوشت ابدیت او با این تعیین بشه. سرنوشت ابدیت فرد با اعمال خودش در دنیا رقم میخوره. اینا تأثیر داره، تأثیرش رو جلسه قبل گفتیم، میتونه یه ترفیع مقامی، میتونه یه رفع عذابی بکنه، اما در این حال سرنوشت ساز اعمال خود فرده. لذا جدا بارها این تکرار شده، باز هم باید تکرار بکنیم که تا فرصت داریم خودمون به دست خودمون اعمالی رو انجام بدیم. امام سجاد علیه السلام به سمتی در یک شب تاریک و سردی به یک سمتی میرفتن، یک کیسه بزرگی هم روی دوششون بود. زهری که در زمان امام سجاد علیه السلام زندگی میکرد حضرت رو دید در شب، اومد نزدیک شد، سلام کرد، گفت اگه میشه بدید من کمکتون کنم. حضرت فرمود نه، هر کسی بار خودش. گفت چی میبرید؟ حضرت فرمود مسافرتی در پیش دارم، یه توشه ای رو برای اون مسافرت میخوام، میرم میگذارم یه جا محفوظ باشه، تا وقت سفرم محفوظ باشه. جدا شدن از هم دیگه. یکی دو روز بعد زهری امام سجاد رو دید، گفت آقا من آثار مسافرت رو در شما نمیبینم که سفری رفتید یا سفری میخواید برید. امام سجاد فرمود منظورم مسافرت آخرت، سفر آخرت بود که در پیش دارم و همه در پیش داریم و در اون هنگام توشه میخواد. اون کیسه سهم فقرا بود که من میرفتم بهشون بدم، توشه رو میگذاشتم پیش اونا که محفوظ باشه برای اون سفرم. این توشه ها باید اینجا جمع میشه. تو نقلی داره حضرت عیسی علیه السلام مادر بزرگوارشون حضرت مریم رو در عالم برزخ ندا کردن و صدا زدن و ارتباطی برقرار کردن، فرمودن که مادرم میخوای به دنیا برگردی؟ حضرت مریم سلام الله علیها فرمودن که بله. حضرت عیسی فرمودن که برای چی؟ حضرت مریم فرمودن که میخوام برگردم تا در روزهای گرم روزه بگیرم و در شبهای سرد از جا بلنشم برای نماز. پسرم این راه توشه میخواد، راه سختیست، توشه میخواد. اینو باید در نظر بگیریم، این کوچک نیست. امیرالمومنین به قبرستانی رفته بود، بعضی از اصحابشان اصحاب ایشون هم همراه بودن. حضرت امیر یه سلامی کرد به اهل قبور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به این صورت سلام کرد. جواب اومد، گوینده گفت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا امیرالمومنین. حضرت امیر خطاب کرد که شما میگید از اون طرف چه خبر یا من بگم از این طرف چه خبر؟ اون گوینده گفت یا امیرالمومنین شما بفرمایید از دنیا چه خبر؟ حضرت امیر فرمودن که اموالتون بعد از شما تقسیم شد، همسرانتون هم ازدواج کردن، خونه هاتون هم که با هزار زحمت ساخته بودید دیگران نشستن توش. این خبر این طرف، حالا از اون طرف چه خبر؟ اون شخص گویندهی که از برزخ با امیرالمومنین حرف میزد گفت یا امیرالمومنین منم خبرم رو بدم. بعد از مرگ کفنهای ما پاره و پوسیده شد، موهامون که اونقدر مایه زینتمون بود ریخت و پراکنده شد، بدنهامون متلاشی شد طوری که حالت زننده و زشتی پیدا کرد، فقط یک چیز خیلی به کارمون اومد، اعمالی که تو دنیا انجام دادیم اینجا با ما موند و خیلی به دردمون خورد.
و خیلی به کارمون اومد. این واقعیت هایی است که انسان توشه هاش رو از همینجا باید تهیه کنه. این سرنوشت سازه. هدایا خوبه، تأثیرم داره برای میت، نباید کوتاهی بکنی. اگه دستمون میاد همینجا خودمون یه اقدامی بکنیم. و اینجاست که تو حکم نهج البلاغه شما میبینید که حضرت میفرمایند که آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. انشالله واقعا تو دستمون میرسه کاری بکنیم و واقعا هم این مباحث طرحش به همین خاطره تلنگری باشه برای اینکه تو این روزهایی که ما میتونیم یه کاری بکنیم. اما بریم سراغ سوالات، خیلی فرصت نداریم. انشالله اگه برسه امروز ما میخواییم در بخش بعد یه برنامه‌مون برسیم به ارتباط اموات با قبورشون. فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته اتفاق خوبیه. ببینید بعضی وقتا بعضی از اطرافیان و آشنایان ما از دنیا میرن که خدای نکرده گناهی رو مرتکب میشدن و کسی خبر نداره، فقط خودمون از اون گناه مطلعیم، یا یه وقتایی مثلا مشهورن به اون گناه، یه وقتایی مطرود جامعه دینی هستن. آیا ما باز هم میتونیم برای اونها طلب استغفار بکنیم و دعا بکنیم و از خدا بخوایم که اونها رو ببخشه یا خیر؟ فکر میکنم سوال جدی باشه. ضمن اینکه خیلی وقتها جایی در مورد خودکشی هم میپرسن دوستای عزیزمون، میگن اونهایی که مرتکب خودکشی شدن چی؟ آیا اونها امکانش هست که مورد رحمت خدا قرار بگیرن؟ آیا ما میتونیم براشون دعا بکنیم و طلب استغفار یا خیر؟ بله بله. برای شرط این سوالی که فهمیدید واقعا خب یه سوال جدی هست، چون شاید طبع متدینین گاهی موقع ها به هر حال خیلی نگیره از اینکه این افراد رو دعا بکنن، حتی ای چه بسا ممکنه خدای نکرده بعضا نفرین هم بکنن. لذا این سوال باید مطرح بشه. افرادی که گناهکار بودن تو دنیا، حتی شاید مشهور به گناه بودن، فاسق بودن، اینا بعد از مرگشون ما چه وظیفه‌ای داریم راجع به اینا؟ میتونیم دعا بکنیم، هدیه بدیم، خیرات و مبرات بفرستیم؟ تأثیری داره یا نداره؟ تأثیری داره. بله. ببینید واقعش تا وقتی که فردی برش مسلمان بودن صدق میکنه، یعنی میشه بهش گفت مسلمان. ولو حالا ما هم که میگیم مسلمان نه اینکه عامل به همه دستورات اسلامی بوده، ولی اعتقاد دینی داشته، به خدا اعتقاد داشته، به پیغمبر اعتقاد داشته، به هر حال جنگ با خدا و پیغمبر نداشته، کفر ازش اظهار نشده، بلکه شاید گاهی موقع اظهار محبتی به اهل بیت هم کرده، تو مجالس اهل بیت شرکتی هم کرده، تا وقتی شخص اینجوریه و به من اهل اسلام و اهل قبله حساب میشه، دستور صریح دینی ما این هست که اولا بعد از مرگ نماز بر او بخونید. ببینید من بخوام از اینجا شروع بکنم و یه استفاده بکنم. پیغمبر اکرم در روایت معروفی که تو وسائل شیعه نقل شده فرمود که وصلی علی من مات من اهل القبله، بر هر کسی که از اهل قبله هست مسلمانه نماز بخون و حسابه علی الله، خدایی نکن، تو تا این تکلیف نکن بهشت داره یا جهنم داره، او حسابش با خداست. تو کار انجام تو وظیفت اینه که نماز بخونی بر او، و نمازم که میخونیم تو نماز میگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدا ما جز خوبی از او ندیدیم. که بعضی اینجا اشکال میکنن که خب چطور ما میتونیم تو نماز یه فردی که چه بسا خیلی بدی ازش داریم میبینیم این حرف رو بزنیم؟ این دروغه. دروغه. که بزرگان ما جواب دادن، گفتن مقصود از این جمله که میگیم خدای ما جز خوبی ازش ندیدیم، مقصود از این خوبی یعنی اسلام، یعنی ما جز اسلام ندیدیم، ما کفر ندیدیم ازش. مقصود این نیست که همه اعمالش خوب بوده. آره. مقصود اینه که ما جز خوبی یعنی جز اسلام از او خبر نداریم. در یه روایت دیگری پیغمبر اکرم فرمود که سلو علی المرجوم من امتی، بر کسی که سنگسارش کردن، اعدامش کردن، ول قاتل نفسه من امتی، کسی که خودکشی کرده، بر اون نماز بخونید. تا وقتی مسلمانه بر اون نماز بخونید. درسته که یه خطایی کرده، یه گناهی کرده، به هر حال گناه بوده، یه غلطی کرده. البته در رابطه خودکشی خیلی از اوقات هستش که افرادی که به هر حال دچار خودکشی میشن متاسفانه یه جنون آنی بهشون دست میده، در لحظه. همون لحظه این اتفاق. خیلی از اوقاتی که آدم برخورد میکنه از افراد میبینه که این آدم آدمی نبوده که به هر حال جنگ با خدا و رسول داشته باشه، یه فشار زندگی باعث شده که تو یه لحظه‌ای یه تصمیم غلط بگیره، عقل درست کار نکنه، اون فشار زندگی باعث بشه که یه جنون آنی بهش دست بده، یه کاری انجام بده. در هر حال ما نباید خدایی بکنیم، همونجور که پیغمبر فرمود و حسابه علی الله، خدا میدونه. شما بعد از مرگش دیگه رحم کنید به اون فرد،
یه کمکی آدم براش بفرسته. مبادا یه همچین جاهایی نفرین آدم داشته باشه. من یه جمله از پیغمبر بخونم، خیلی این روایت زیباست، این تعیین تکلیف ما رو میکنه. پیغمبر فرمود لا تذکروا امواتکم الا بخیر، امواتتون که دستشون از دنیا کوتاه شده جز به خوبی ازشون یاد نکنید، بدشون رو نگید، پشت سرشون نفرین نکنید، بد از اونها نگید، دستشون کوتاست دیگه. فانهم، این جمله دنباله کلام پیغمبر، فانهم ان یکونوا من اهل الجنه تأسم، شما که بد اونا رو میگید شاید اون لحظات آخر اونا توبه کردن، اون وقت شما اهل جهنم میشید، شما گناهکار میشید. او رفته بهشت با اینکه گناهکار بوده، اون وقت این فردی که خیلی به ظاهر مثلا مقدس نشون میداد خودش رو، اچواسو با این کار بر خودش عذاب بخره. پس او اگر اهل بهشت بوده و توبه کرده و رفته، شما اگه بد اونا رو بگید شما گناهکار میشید. و این یکونو من اهل نار فحسبهم ما هم فی، اگر هم اهل عذابن خب همون بس شده دیگه، دیگه شما دیگه اضافه نکنید، بیشتر نکنید برو. بنابراین این یه نکته، سنت پیغمبر هم همین بود. سنت پیغمبر این بود که بر همه کسانی که مسلمان بودن حاضر میشد، بر جنازه شون دعا میکرد، نماز میخوند، ولو گناهکار بودن. فقط یک مورد استثنا شد، آیه اومد در سوره توبه آیه 86 هست که به پیغمبر خدا متعال فرمود ولا تصل علی من مات منهم ابدا ولا تقم علی قبره. اون منافقینی که کفرشون رو به گونه اظهار کردن، بر اونا دیگه ابدا با این اصلا نماز خوندن و دعا براشون نکن. آها، یعنی اونایی که عناد علنی داشتن. بله بله، یه همچین کسانی که احترامی به خدا و رسول نگذاشتن، تو هم احترام بهشون نگذار. اون کسی که به گونه مبارزه کرده با خدا و احترامی نداره، توجه می‌فرمایید؟ انهم کفروا بالله و رسوله، اینا کفر به خدا و رسول، ولی زبر کافر اصلا نمیشه نماز خون. دیگه کسی از اون بره بم نیفته که حالا بخواد اینجا مهربانیش گل بکنه بگه شاید خدا بخشید، ما حالا طلب استغفار میکنیم. این همون چیزیست که غزالی تو کتاب سر العالمینش متاسفانه گفته بر یزید هم نباید لعن کرد که چون ممکنه اون توبه کرده باشه. حسابه علالله، حساب بابا اینجا دیگه جاش نیست. خب یزیدی که فرزند پیغمبر رو به اون صورت دستور داده برای شهادتش، صریحا تو مجلس حضرت زینب سلام الله علیها کفر گفته، اون فسق و فجور انجام داده، خلافت رسول الله رو غصب کرده، اگر ما بر این لعن نکنیم پس دیگه کی؟ خدا خودش تو قرآن یه عده‌ای رو لعن کرده. خداوند متعال تو قرآن علی لعنت الله علی الکافرین، لعنت الله علی الظالمین، خدا لعن. ما هم لعنمون یا طلب رحمتمون باید اعتقادی باشه، تولی و توری باید اعتقادی باشه. بنابراین اونی که کافره او خارج میشه، او هیچی. اما اونی که اهل قبله است، اونی که جنگ با خدا و رسول، ملاک اصلا گناه و اینا نیست، یعنی چه واسه کسایی که مخفیانه گناه میکنن ما خبر داریم، یا حتی اشتهارمون گناه دارن، ملاک اسلام است تو کو. ملاک اینه بعد از مرگ دیگه موزه گیری اسلام و کفره. من فقط یه موردی از من خیلی شیرین نیست، این مطلب که آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه، ایشون از قول استاد مرحوم آیت الله قاضی، استاد ایشون مرحوم سید مرتضی کشمیری، نقل کرده که به یکی از شاگردانش میگفت که فلانی تو نماز شب همش سلمان ابوذر رو دعا نکن، کسای دیگه خیلی محتاج ترن، تو همش خوبانی مثل سلمان ابوذر رو دعا میکن، کسای دیگه خیلی محتاج، اونا رو دعا کن. ببینید خیر آدم باید به این جور افکار که نیازمند. یه نکته هم جای عالی اینجا مطرح میشه، حالا وقتی قرار روزانمون هم هست و طلبات هایاتون میخواییم داشته باشیم، که وقتی حالا بعضی گناه کردن برای خودشون، ما طلب استغفار میکنیم اشکال نداره، ولی بعضی ها هستن که به ما ظلم کردن، یعنی این ظلمه متوجه ما شده. اگر ظلم شخصی بوده، یه موقع ظلم به دین خدا کردن، بدعتی تو دین گذاشتن، اون بحثش جدا اونجا آدم کوتاه نمیاد. اما خصلت و صفت پیغمبر این بود که تو ظلم های شخصی میگذشت. ائمه کلا اینجوری بودن، اونجایی که ظلم شخصی بود به خصوص فردی که از دنیا رفت، همونجا ازش میگذشت، بگذریم تا خدا از ما بگذره. بسیار البته برای خودمون هم نفع داره ها، یعنی باعث رشد خودمون هم میشه، اصلا اولی نفعش به خودمون برمیگرده. به خودمون برمیگرده. محمد مصطفی و خاندان پاکش، انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحثمون رو داشته باشیم با حاجی عادل. بله آقای شهیدی، آیه 55 این سوره مبارکه نور که آیه معروفی است در رتبه مسئله ظهور ولی از علیه السلام که مصداق بارز این آیه است، خدا یه وعده داده تو اینجا به مؤمنین، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات
خدا به اون کسانی که اهل ایمان و عمل صالحن وعده داده که لیستخلفنهم فی الارض، اونها رو خلافت زمین رو به اونها میده. خلافت زمین ظاهرش اینه که خلافت کل زمین، یعنی یه حکومت جهانی، نه یه بخشی از زمین. خلافت زمین، لیستخلفنهم فی الارض وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. بعد تو اون خلافت و حکومت جهانی، دینی که پسندیده خداست، مورد پسند خداست، اون دین حاکم خواهد بود و آیین و قوانین و مقررات او مستقر خواهد بود. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خصوصیت دیگری که اون حکومت جهانی داره اینی که هیچ خوفی توش نیست، امنیت مطلقه تو همه عرصه های زندگی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی، امنیت فرهنگی، خوفی تو هیچ جهت دیگه نیست. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اونجا عبودیت میکنن بندگان خدا تو بستر اون حکومت جهانی، بندگی میکنن که هیچ مخلوط با شرک نیست، یه بندگی خالصی ازشون سر میزنه. بعد خدا میفرماید و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون. اگر کسی با این زمینه‌ها، حکومتی که دین خدا حاکمه، حکومتی که امنیت مطلق هست، حکومتی که بندگی خالص درش هست، بعد از این بخواد کافر باشه، فاولئک هم الفاسقون، اینا خیلی بدن دیگه. ببینید این آیه مصداق بارزش حکومت جهانی ولی اصل علیه السلامه که خدا وعده داده به اشخاص مؤمنی که عمل صالح دارن. خب ممکنه بپرسید که خب خیلی الان مؤمنین هستن، عمل صالح هم دارن، پس اون حکومتی که به اینها وعده داده شده کو، شرطی داره یا نداره؟ در یک آیه دیگری خدا، همون آیه معروف امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، خدا میفرماید خدا اون کسی است که به شخصی که مضطر شده، دستش از همه جا کوتاه شده و متوسل به خدا شده، مشکلات و بلا و گرفتاریشو برطرف میکنه، اونا رو خلیفه میکنه. مضطر رو خلافت و یجعلکم خلفاء الارض، اونایی که خلافت زمین رو به عهده میگیرن کسانی هستن که مضطر شدن. از اینجا میفهمیم که این دعایه رو کنار هم بگذاریم، مؤمن که عمل صالح داشته باشه به شرطی که مضطر بشه. یعنی چی مضطر بشه؟ مضطر بشه یعنی که دردش بیاد از نبودن امام زمان، نار قصه بخوره، نار درد داشته باشه از نبود او، غافل نباشه از او، گم شده داشته باشه. ببینید وقتی همچین مؤمنینی پیدا شدن که مضطر شدن، وقت به قول حافظ عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. بسیار خوب، انشاءالله باشیم اون روزو ببینیم الهی هممون، انشاءالله تو دولت کریمه. خب خیلی ممنونم، بریم سراغ بحثمون. چند تا سوال مونده بود از شما بپرسم و اون هم این که حاجای عالی، اگر همه اعمالمون رو یا اکثر اعمالمون رو که اتفاقا خیر هم هستن به اموات هدیه کنیم، خودمون که دستمون خالی میشه اون وقت؟ ببینید جناب شریعتی، اگر مقایسه کنیم کارهای الهی رو با کارهای دنیایی، همین اشکال پیش میاد. معمولا ما تو دنیا وقتی یه چیزی رو میدیم به کسی دیگه، هدیه میدیم، دیگه دست خودمون خالی میشه. بله. بنابراین اینجا این سوال پیش بیاد، هم کسی دلی فرمودید که اگه اعمالمون، حالا همه اعمال صالحمون، مستحباتمون رو، چون واجبات رو که نمیشه هدیه کرد. نمیشه واجبات رو، نمیشه مستحب. واجبات وظیفته، اما مستحبات یه کاری بوده که شما فوق برنامه انجام دادی، فوق برنامه الهی انجام دادی، اون رو شما بخشیدی. آها، نماز مستحب، روزه مستحب، روزه مستحب، حجی که آدم میره مستحبی هست، صدقات و امثال اینها، تلاوت قرآن، بله، اینجور کارها رو. اینها رو شما وقتی که هدیه بدی به کسی، نه فقط از خودت چیزی کم نمیشه، بلکه در روایات بسیار زیادی هستش که اجرش صد چندان میشه و غالب این اجر و ثواب به خود فرد عامل برمیگرده. البته نفعی هم به اون شخص میت میرسه که تو بحث گذشته گفتی، غالبش به خود شخص برمیگرده، نفعی هم به اون میرسه. ببینید دلیل مطلب اینه، شما وقتی اعمالت رو، همه اعمالت رو که خودت خیلی بهش محتاجی، این اعمال توشه آخرت شماست، این توشه رو سخاوتمندانه به ذوی حقوقت میبخشی، به پدر و مادرت، به کسی که دستش کوتاه شده از دنیا، یا نه زنده است، چون به زنده ها میشه بخشید، فقط به اموات نیست،
وقتی سخاوتمندانه اعمالت رو میبخشی، معناش اینه که روح بزرگی داری. معناش این استش که ظرفیتت ظرفیت وسیعیه. اگه ظرفیتت وسیع نبود، روح کوچکی داشتی، آدم فقط خودخواهانه خودشو نگاه میکرد، دیگه به کسی نمیبخشید. حالا که این کار رو کردی، خدا از بی‌نهایتش که چیزی کم نمیاد، خدا دنبال ظرف میگرده. هر چی ظرف بزرگتر از رحمت او که چیزی بر کم نمیاد. ظرفتو بزرگتر کردی. ظرف رو اینجوری ظرفتو بزرگتر کردی. و به خدا عملا نشون دادی که خدایا من آماده هستم که اون رحمت واسعت در این ظرف بریزه. شما ببینید تو دعای افتتاح که ماه مبارک رمضان مؤمنین بخوندن، اینو میگیم که ولا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. خدا هر چی ببخشه از او کم نمیاد، بلکه بیشتر میشه. بنابراین خدا دنبال یک ظرف میگرده. با این کارت شما ظرفیت نشون دادید. این وسعت روح و عظمت ظرفیت که با این عمل، فقط مال اموات نیست که آدم به اموات هدیه بکنه، بلکه در رتبه زنده ها هم اموری هست. یعنی میشه به پدر و مادرمون که مثلا در نه حیات فقط حیات اعمال رو ببخشیم، این که مسلم میشه تو متن روایت که روایت خواهیم خوند، بلکه گفتن هر موقع دعا میکنید، هر موقع دعا میکنید، اصلا بحث اموات و مرگ و اینا در کار نیست، دعا میکنید مثلا فقرتون برطرف میشه بشه. چرا فقط برای خودتون دعا میکنید؟ دعا کنید هیچ فقیری تو عالم نباشه. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اغن کل فقیر. وقتی که دعا میکنید مریضتون شفا پیدا کنه، چرا برای همه مریضا دعا نمیکنید؟ دعا کنید اللهم مشف کل مریض. ببینید دین آدم رو بزرگ بار میاره. آره خیلی وسیع بار میاره. کسی خیال نکنه که اگه دعا برای همه بکنه، خب مریض ما گم میشه دیگه تو بین همه. نعوذ بالله، خدا یادش میره. آره تعداد که زیاد شد اثرش کم میشه. آره. ابدا اینجوری نیست. امام صادق فرمود یه حج تو وقتی به هزار نفر هدیه کنی، به تک تک اونا حج تو میرسه، برای خودت هم باقی. هفته قبلم گفت هفته قبل جالب بود. آره. چرا؟ اتفاقا چون خدا بیشتر به همچه آدمی میده، چون وسعت روح داره، این معلوم هستش که صلاحیت بیشتر گرفتن از خدا رو داره. پس نترسید تو دعا برای زنده ها، تو هدیه دادن برای زنده ها، تو هدیه دادن برای اموات، تمام اعمال مستحبتون رو هدیه بکنید. اصلا ببینید واسطه خیر شدن، به خصوص برای کسانی که دستشون از دنیا کوتاه شده، خیلی قشنگه. شما واسطه بشید از کانال شما خدا رحمت رو بده، حالا یا به زنده ها یا به اموات. من یه مثال میزنم. ببینید شما یه درخت رو گاهی موقع میخواید آب بهش برسونید، یه باغبون، یه کانالی، یه جویی مثلا آبی درست میکنه که این آب از این کانال عبور کنه به اون درخت برسه، به واسطه این کانال به درخت میرسه. خب آب اول به خود کانال میرسه، اینو شستشون میکنه، بعد به درخت میرسه. شما وقتی واسطه خیر میشی که عنایت و رحمت خدا از کانال شما به اموات برسه، اول شما شستشون میشی، اول رحمت و عنایت به شما میرسه از کانال شما به دیگران، هیچ هم از شما کم گذاشته نمیشه. من اجازه میخوام روایتش رو عرض بکنم خدمتتون، چون این روایت فوق العاده است. روایتی هستش که البته اشاره‌ای هفته قبل هم کردیم. پیغمبر اکرم فرمود اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی، اگر یه آیت الکرسی بخونید، و جعل الثواب قراءته لأهل القبور، ثواب این آیت الکرسی رو برای تمام اموات تو طول تاریخ، لأهل القبور، برای تمام اموات مؤمنین و مؤمنات بفرستید، ادخله الله تعالی قبر کل میتن، خدا ثواب این رو به تک تک اموات، میلیون ها نفر بودن دیگه، بهشون میده. منتها و خلق مهم اینجاست، بحث ما این بود به خود شخص چی؟ و خلق الله من کل حرف ملکن، خدا به ازای هر حرفی از آیت الکرسی، هر حرفش یه ملک خلق میکنه، یه فرشته خلق میکنه، یسبح له الی یوم القیامه، تا روز قیامت برای خود این هدیه دهنده تسبیح میگن، ذکر میگن، برای خود این هدیه دهنده یه آیت الکرسی. سخاوتمند تو شدی، خدا از تو سخاوتمندتره. نخه، دلیلش اینه روح وقتی بزرگ شده که اینجوری به فکر دیگرانه، بخیل نیست، خدا میگه حالا که تو وفا کردی من وفادارتر از تو هم، ببخش تا ببخشی. توجه میفرمید. روایت دیگری هستش که اگر وارد قبرستان کسی شد، یه سوره یاسین خون برای همه اهل قبرستان، خفف الله عنهم یومئذ، از همه تخفیف پیدا میکنه، اگه اهل عذاب بودن
از همه عذاب تخفیف پیدا میکنه و کان لهو به عدد منفیها حسنات، به تعداد افرادی که تو اون قبرستان دفنن حسنه برای این شخص نوشته میشه. و آخرین روایت که من تو این بحث بخونم این مطلبه که اگر اون رفتگانی که شما براش هدیه میفرستید سخاوتمندانه برای اونها اینجوری کار میکنی و به یاد اونها هستی، اگر از خیشان باشن تازه ثواب صله رحم هم اضافه میشه علاوه بر همین چیزایی که الان گفتیم. اینا مال غریبه ها بود، بله. ولی اگر از خیشانی بودن که تو براشون هدیه فرستادی غیر از اون ثواب صله رحم، غیر از اون ثواب ثواب صله رحم هم نوشتی. در مورد زنده ها هم که گفتم، در رتب زنده ها هم این متن روایت امام صادق علیه السلام که از یکی از اصحابش فرمود که تو خوبی به پدر و مادرت زنده یا مرده میکنی یا نه، نمازی بخونی، روزه بگیری، حجی براشون بری. نه فقط پدر و مادر، مثلا برادر، دوست، آشنا، استاد. پدر و مادر به عنوان کسانی که فرد شاخص و مصداق بارز نزدیکان هست. درسته. ولی هر کس دیگری باشه هیچ فرقی نمی‌کنه. تمام این چیزایی که گفته شد در تو اونام هست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. من این وقتی هم گفتم ما یادمون نره که این نکاتی رو که میشنویم همینجوری شسته رفته خیلی خوب. حاجی عالی واقعا ساعت‌ها مطالعه کردن، زحمت کشیدن که جا داره من باز هم تشکر بکنم. شاید بارها و بارها شنیدیم که وقتی آیاتی از کلام الله مجید رو میخونیم، یه کار خیلی رو انجام میدیم، میگن چقدر خوبه که ثوابش رو هدیه بدیم مثلا به فلان امام معصوم. حاجه عالی، ظاهرن به نظر میرسه اطرافیانمون و حتی خودمون و امواتمون بیشتر محتاجن. اهل بیت علیهم السلام که در اوج بودن شاید خیلی نیاز نداشته باشن به این که ما این خیرات رو اهدا بکنیم به اونها. واقعا این جوریه یا نه یه اتفاق دیگه داره میفته؟ من اینجا میخوام یه نکته عرض بکنم. زرنگیای مؤمن باید اینجور جاها باشه که بفهمه چی کار بکنه. اولا بهترین ها رو باید به بهترین ها هدیه داد و بهترین انسان ها معصومین بودن. بهترین اعمال رو، حتی تمام اعمال عمرتون هدیه بکنید به اونها. من عرض میکنم چه اتفاقی رخ میده. اولا این رو در نظر بگیرید که ائمه غیورن. اگه کسی بهشون خوبی بکنه مدیون نمیمونن، مدیون نمیذارن خودشون، از پسش برمیاد، از پسش برمیاد. شما این ادب قرآنی رو ببینید، خدا یاد داده که و ازا حییتون به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها. اگر یک کسی تحییتی برای شما گفت، تحییت در روایت معنا شده، تحییت فقط سلام نیست. در روایت امام صادق و امام باقر علیهم السلام داره که المراد من التحیه فی الآیه السلام و غیره من البر. هر خوبیه، اگه کسی بهتون خوبی کرد، خوبی رو با خوبی بهتر جواب بدین یا حداقل مساوی. این ادب قرآنی است. خیلی خوب، من از شما سوال میکنم، این ادب قرآنی از ائمه ای که بدی اگه کسی بهشون میکرد با خوبی جواب میدادن، چه برسه به اینکه کسی به اونا خوبی بکنه. یکی از کنیزهای امام مجتبی علیه السلام یه گل به حضرت هدیه داد، حضرت فرمود تو آزادی. یکی اون کنار بود، گفت آقا در ازای یه گل شما آزادش کردی. امام مجتبی علیه السلام همین آیه رو خوندن، ازا حییتم به تحییت فحیو به احسن من. و شما نگاه کنید، حالا یه کسی که اعمالی انجام داده تو این دنیا، خودش محتاجتر از همه است به این اعمال، اما خازانه این اعمال رو تقدیم معصومین میکنه، میگه برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بینوا ندارد بیش. چیزی که آقا ما داریم همینه که به شما هدیه کنیم. وقت ائمه میدونید چجوری برخورد میکنن؟ در روایت هست، من روایاتش چون حداقل یکی دو تا روایت عرض میکنم، چون فوق العاده است عرض میکنم، این اعمال یه مرتبه عجیب و غریب رشد میکنه. این عملی که هدیه کردی، این یک تجارت پرسود، عجیب رشد میکنه. من فقط روایت چارت میکنم، سید ابن طاووس در جمال الاسبوعش نقل کرده که هر کس ثواب نماز خود را به پیامبر و یا امامان معصوم قرار دهد، خداوند آنقدر ثواب این نماز را افزایش میدهد که نفس از شمارش آن قطع میگردد. یعنی دیگه نمیتونه بشماره ثواب این نماز رو، نماز مستحب، نماز مستحب رو که هدیه میکنه. و قبل از مرگ به چنین شخصی که هدیه کرده اعمالش به معصومین گفته می شود فلانی هدیه ثواب، ثواب هدیه تو، هدیه تو به ما رسید، امروز روز پاداش و تلافی کردن خوبی های توست، دلت خوش و چشمت روشن باد با آنچه خدا برایت مهیا کرده است. در یه روایتی شخصی به امام جواد گفت آقا من حج رفتم، یه روز یه طواف مستحبی به نیت پیغمبر، روز دوم به نیت امیرالمومنین، روز سوم همینجور تا روز دهم به نیت شما. امام جواد علیه السلام امام زمانش بود،
و گاهی موقع هم هدیه میکردن به مادر بزرگوارتون حضرت زهرا سلام الله علیها. امام جواد علیه السلام فرمودن که استکثر هازا، این کارو بکن، فانه افضل ما انت عامله، این بهترین کاره، افضل ما انت عامله ان شاء الله، این بهترین کار هست. توی روایت دیگری از امام کاظم پرسید آقا ختم قرآن، من یه ختم میکنم هدیه به پیغمبر، ختم دوم خدمت هدیه به امیرالمومنین، سومی به حضرت زهرا، همینجوری تا شما. امام کاظم علیه السلام فرمود که اگر این کار رو کردی لکه به ذالک ان تکون معهم یوم القیامه، روز قیامت با اهل بیتی. ببینید این ثواب ها چی شد، یه عمل انجام داد دیگه بی نهایت شد ارزشش. عملی که ارتباط با معصوم پیدا کنه اینه. کار ندارید که این عمل به اون میرسه یا نه، اون یه بحث جدایی است که آیا ما میتونیم واسطه فیض باشیم برای معصومین. چون بعضی گفتن ما نمیتونیم باعث رشد و ارتقاء اونها و واسطه فیض برای اونها باشیم، اونها واسطه فیضن. اما این عمل اولا صدها برابر رشد میکنه، همونجوری که الان روایت خوندیم. ثانیا باعث محبت میشه، چون هدیه دلار به محبت میشه، روایت که هدیه باعث محبت میشه. و ثالثا اگر به هر حال سومین خصوصیتی که این هدیه داره این هستش که آدم وقتی میخواد عملی رو در رابطه با معصوم انجام میده سعی میکنه کیفیت بهتری داشته باشه، با خلوص نیت باشه، ریا توش نباشه، حضور قلب توش باشه، کیفیت عمل هم بالا میره. اون وقت این اعمال رو انسان میتونه همه اعمال زندگیش رو به معصوم بده، ثواب هدیه به معصوم رو برای پدر و مادرش بده. ببینید چی عرض کردم خدمتتون، اعمالش رو هدیه بده به معصومی. بله این اعمال وقتی هدیه به اونها داده، خود این هدیه دادن خود این هدیه خودش ثواب داره، ثواب عجیبی هم داره. اون ثواب رو برای زبل حقوقش، برای پدر و مادرش، زنده یا مرده، خوب. یه عمل انجام بدادن، وقتی بخیل نباشه، وقتی دیگران رو در نظر داشته باشه و در رأس دیگران اولیاء خدا و در زمان ما حجت ابن الحسن علیه السلام رو، اعمالش رو اینجوری به اونا بده، ثواب اون هدیه به اونها رو برای پدر و مادر زبل حقوقش بده. خیلی وقتا چون ما کار مستحب انجام میدیم خیلی هم زیاد الحمدلله، ولی این کارو نمی کنیم، به نظرم خسران محض دیگه. آفرین. واقعا آفرین. یعنی اگه آدم نگاه کنه بخیل نباشه تو رحمت خدا. یکی از شاگردان علامه طباطبایی میگه من رفتم خدمت ایشون گفتم این کتابو نگاه کنید ببینید کتابو خوبیه، من میخوام چاپش کنم، دو سه روز دیگه میام جواب میگیرم ازتون. علامه این کتاب رو دید، بعد از دو سه روز میگه من رفتم خدمت علامه طباطبایی، ایشون فهمود این کتاب همه چیز خوبه یه عیب داره، اون این که اون اول کتاب تو مقدمه فقط برای خودت دعا کردی که خدای منو بر صراط مستقیم ثابت قدم بدار، رحمت خدا رو وسیع بدون، برای همه دعا کن، بخیل نباش. اگه این کار رو بکنم هم خودمون صدها برابر رشد میکنیم هم به اونا میرسیم. بله بسیار متشکرم. خیلی خوب، در بحث ارتباط اموات با زنده ها و ارتباط اون وریا با این وریا در واقع چهارمین بخش مونده که همون ارتباط انبات با قبورشون هست که من فکر میکنم انشاءالله هفته آینده به این مطلب بپردازیم. بحث مفصلی است و مباحث مهمی هم در رابطه با زیارت درسته در این رابطه هست، چون ما وقتی بحث زیارت قبور رو مطرح میکنیم زیارت قبور معصومین رو هم مطرح میکنیم. خیلی بس بحث چرا اونجا عنایت بیشتر میشه کنار قبر، لذا بحث مفصلی است. اجازه بفرمایید باشه برای ان شاء الله. خیلی خوب، پس بیننده برنامه هفته آینده ما هم باشید. حاجی علی دعا بفرمایید. خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید آقای شریفی، من همون دعای سابق رو تکرار میکنم از امام سجاد علیه السلام. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدای ما رو آماده رفتن بکن ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از همتون که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. من تشکر میکنم از همتون که ما رو و برنامه رو مورد لطف و محبت خودتون قرار میدید. انشاءالله همتون سربلند و فیروز باشید و دعا میکنم که خدایا قیامت را باور مانده تا آنچه را که برای حیات جاودانه بخشیده ای هزینه این نصف روز نکنید.